همونطور که در ADO.NET کوئری داشتیم، در Link to SQL می توانستیم کوئری داشته باشیم و برای دیتابیس خودمون تراکنش ایجاد بکنیم. در Entity Framework هم عیناً همین امکانات وجود داره. در این بخش یک مثالی من آماده کردم حاوی فقط دو عملیات Insert و Select که از طریق Entity Framework انجام خواهد شد. دقت کنید. باز مشابه Link to SQL میبایست از همین کلاس Northwind Entities، یعنی در اصل نام دیتابیس من که یک پسوند Entities بهش اضافه میکنه اگر که تغییرش در هنگام ساخت نداده باشیم، یک اینستنت برای ما آماده بشه به این صورت. حالا ببینید، من قصد ایجاد تغییر بر روی تیبل کاستومرز رو دارم، پس باید کلاس کاستومر رو اینطوری صدا بکنم. خب حالا ببینید، اینستنت کلاس کاستومر به این شکل برای من لیست فیلد هایی که دارم رو از طریق اینتلسنس لیست میکنه به این صورت. حالا کافیه که ولیوی جدید رو برای انجام عملیات اینسرت در اختیارش بذارم. مثلا ببینید new underline id، این یه کاستومر آیدی جدید، نام هم مثلا میتونه یه نام بی‌معنا باشه. خب حالا ببینید، وقتی که یکی یکی فیلد ها رو تغذیه کردیم، باید نام اینستنت من رو، نام اینستنتی که از کلاس کلی انتیتی دارم، دات نام تیبلم، یعنی نام کلاسی که از روی تیبلم دارم، دات اد، و حالا این اینستنت نیم رو در اختیارش بذارم. مرحله بعدی باز عملیات سیو چنج هست که بر روی همین اینستنت نیم انجام میشه. خب ببینیم حاصل اجرا چه خواهد بود. اگر همه چیز موفقیت آمیز انجام شده باشه، همطور که میبینید الان مشکل پیدا کرد. دلیلش هم این آندرلاینی هست که اینجا قرار دادیم. از طریق ولیدیشنی که داره اجازه این کار رو به من نمیده. میتونم از این طریق این مشکل رو حل بکنم، عوضش بکنم عبارتم رو تا اجازه اینسرت به من داده بشه. خب حالا ببینیم، همونطور که میبینید در اینجا برای من اضافه شد. خب پس عملیات اینسرت من موفقیت آمیز بود. هیچ تفاوتی با آنچه که در Link to SQL داشتیم نداره، به جز این که در این قسمت به جای این که از Insert on Submit یا چیزهای مشابه این استفاده بشه، باید از Add استفاده بشه. به همین سادگی. یعنی دیگه تفاوت دیگه‌ای برای ما وجود نداره. خب حالا ببینیم عملیات Insert انجام شد، عملیات Select چطوری؟ باز اینستنت از کلاس انتیتی خودم و دقیقاً 100% مشابه آنچه که در Link to SQL داشتم. با لامدا اکسپرشن الان در اینجا یک کوئری دارم روی تیبل کاستومرز، کسانی که کشورشون برابر با USA نیست. بعد همون رو بایند کردم به یک دیتا گرید. اما یه تفاوت ببینید، این نوع در Link to SQL نوعی هست که از نوع لیستی هست، به اصطلاح از آی کوئری ایبل ها داره ارث بری میکنه، ولی در انتیتی فریم ورک باید به آی کوئری ایبل ها یا آی اینامر ایبل ها تبدیل بشه. در نتیجه از تو لیست مجبور شدم براش استفاده بکنم تا این اتفاق بیفته. حاصل هم که در اینجا قابل مشاهده هست. دو نکته رو بهش اشاره بکنیم. اولا این که Entity Framework به اون صورت پیچیده نیست. یکی دو بار که بتونید عملیات Insert, Update, Delete و Select رو روش انجام بدید، چیز خاص دیگری برای شما نداره. فقط باید اگر خواستید مثلا
کانکارنسی ها یا ترانزکشن ها رو روش تست بکنید، یه مقداری با احتیاط بیشتری جلو برید بار اول تا متوجه بشید قوانینش به چه صورته. ما در این مجموعه نمیتونیم مفصلا روی انتیتی فریم ورک صحبت بکنیم، چرا که زمان اجازه نمیده و اصلا سابجکت ما هم مبحث انتیتی فریم ورک نیست. اما اجازه بدید یه نکته دیگر رو هم مورد بررسی قرار بدیم و اون همینه که انتیتی فریم ورک سه مدل داره تا به اینجا، چون هر لحظه مایکروسافت در حال تغییر هست و در حال ایجاد تکنولوژی های جدید و ایجاد آپدیت های جدیده. اما تا به اینجا سه مدل مفروض شده، البته فکرم نمی کنم دیگه بیشتر از این سه مدل امکان پذیر باشه اصلا مدل دیگری برای کار با دیتابیس از طریق انتیتی فریم ورک یا حالا کلا از هر طریق دیگری. این سه مدل اینطوری هستند. اولی دیتابیس فرست هست، چیزی که همینجا الان من و شما داریم استفاده میکنیم. اول دیتابیس هم رو ساختم، همه چیز توی دیتابیس من تشکیل شده، بعدن مثلا از طریق ORM ها به این صورت کلاس ها رو جنریت کردم و به کارم ادامه دادم. مدل دیگری وجود داره به نام مدل فرست. خب در اون روش تقریباً به این صورتی که شما یک مدلینگی ایجاد میکنید و بعداً از طریق اون کد و دیتابیس رو ایجاد میکنید. روشی که اخیراً پیشنهاد شده روش کد فرست هست، یعنی شما کلاس های کار با دیتابیس رو کاستوم خودتون ایجاد میکنید و فقط با یک ارسبری ساده میتونید در اولین کانکشن، در اولین ایجاد کانکشن واقعی دیتابیس رو منطبق بر اون کلاس ها ایجاد بکنید. این روشی هست که اخیراً مایکروسافت روش مقدار زیادی ایستادگی کرده و داره در موردش صحبت میکنه. حالا اگر پس جایی کد فرست شنیدید بدونید که مرتبط هست به انتیتی فریم ورک، البته اگر روی بحث های مایکروسافتی باشید. و روشیه که به سادگی شما میتونید کلاس ها رو خودتون ایجاد بکنید، روش خوبی هم هست به این دلیل که خلوتتر از این مدل هست. یک سری کلاس که شما هیچ احاطه‌ای بر روش ندارید و اصلا نمیدونید به چه صورتی هست تولید نمیشه. جالبتر این که در این روش ها شما میتونید تعیین بکنید که مثلا ترانزکشن ها ترتیبشون چطوری باشه. در مواقعی که ایجاد همزمانی میشه، مثلا فرض کنید 20 کلاینت برای حتی یه رکورد قراره یه کاری انجام بدن، پیش میاد مثلا 20 نفر روی یه رکوردی یه دفعه به صورت شانسی قرار میگیرن. اینجا میتونید تعیین بکنید که کدام ترانزکشن اصلی باشه، آخرین ترانزکشن، اولین ترانزکشن. اینها برای بحث‌های همزمانی ها خیلی جالب هست. خب انتیتی فریم ورک هم به صورت خلاصه مورد بررسی قرار گرفت و در اینجا این مبحث رو به پایان میبریم.